أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرفی که به ابن سیناست به کیه نسبت میدن؟ ان الله لم يجعل المشمشة مشمشة و انما اوجده ها اینا در علل و معلولات ظاهریه، در علت و معلولات، در ممکنات. خب حرفیه، اما نسبت به خدای عز و جل که علیت را اصلا خدا قرار میده، کان الله و لم یکن معه شیء ثم خلق كل شيء. اصلا چی سبب شده که، علت شده که آتش بسوزونه؟ خدا اینجوری قرار داده، علیت را خدا قرار داده، معلولیت را خدا قرار داده. و همونی که علت و معلول و قرار خلق کرده و علیت را درش قرار داده میتونه سلب کنه. این مال ممکناته، مال ماهاست، مال بشره، مال حیوانه که این نمیتونه تخطی کنه از علیت و معلولیت. مانعی نداره خدای عز و جل آتیش در عینی که آتیش بود برد و سلامش کرد برای حضرت ابراهیم. یعنی یه مورد را، علیت را سلب کرد ازش، نه اینکه آتیش آب شد یا یخ شد. نه آتیش بود اما سرد شد مثل یخ. خلاصه فرق هست بین واجب الوجود که کان وجوده در ازل و یکون وجوده الی الابد، و بین ممکن الوجود که لم یکن موجودا ثم اوجده و برش یه مقداری از صلاحیات قرار داده شد. معصومین چهاردهگان صلوات الله علیهم اجمعین حسب روایات متواتره ارادت الرب فی مقام، یکی از روایات صحیح است، ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، برای اونا اینجور قرار داده، برای بشر عادی نه. این توی ادله نیمده اما یه واقعیتیه. چرا؟ وقتی که کان الله ولم یکن، ببین چی؟ علت نسبت به معلولات، اما خودش کان ولم یکن معه شیء، شیء لا کالاشیاء. چه اشکال داره؟ علت به این معنا چه اشکال داره؟ علتی است که خالق علل هم هست. عالم امر تو کتب لغت اینا، تو حاشیه مولا عبدالله، تو چیزی که جنس و فصل و نمیدونم اینا رو ذکر میکنن، میگن امر جنس الاجناسه، از همه جنس ها بالاتر شیعه و از شیعه بالاتر امره. حالا نمیدونم چقدر این خودش درسته یا درست نیست. کلمه عالم امر این توی تعبیرها اومده، میگم تو هاشم العبدالله داره که امر جنس نسبت به شیعه. حالا درسته این؟
اما تو ادله تو فرمایشات معصومین علیهم السلام از خدا تعبیر شده به شیء املاک الاشیاء. حالا اینا دیگه الفاظ بازی کردن به الفاظ خورده. یعنی خدای عز و جل اینجور قرار داده که انسان عدم بود شد موجود، حیوان عدم بود شد موجود، درخت عدم بود شد موجود، خورشید عدم بود شد موجود. وقت بعضی از اینا حسب ادله شرعیه این وجودش ادامه داره. اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اصحاب النار هم فیها خالدون. اما بعضی چیزا حسب روایات شما درک این چیزا رو که چقدر میتونیم ما بکنیم؟ ما عقلمون عقل بشر مگه چقدر قدری که خدا بهش داده؟ نه گفته ما جعل الله المشمشته بل اوجدها. علا کل اینا اینا چقدر چی؟ خلق و جعل و ایجاد و امثال اینا، اینا الفاظ مترادف است. فقط یه جاهایی تو فرض کنید اصول و فقه جعل و نمیدونم اینا تعبیر نمی کنن، جعل تعبیر می کنن، جای دیگه خلق تعبیر میشه، جای دیگه ایجاده. اینا گاهی فوارق دقیقی داره که آخه کی اینا گفته؟ اینا ابن سینا گفته یا کسی دیگه؟ که علا کل خیلی فایده هم نداره دنبال کردنش. ببینید شخص وقتی که خونش رو فروخت به زید، زید میشه مالک دیگه، همه تصرفات و حق داره درش بکنه، میتونه شرط خیار بکنه. یعنی اگه شرط کرد خلاص میشه، بیع لازمی میشه جایز، عقد جایز و شرط لزوم درش میکنه محسب دلیل. وقتی که زن و شوهر یعنی دو تا یه دختر و پسر عقد نکاح کردن با تمام شرایطش، یه مش احکام اینا داره، یکیش این واجبات محرمات اونا رو حق نداره شرط بکنه خلافش را، چون الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، المؤمن عند شروطین تقید شده. اما اگه یه چیزی که اختیار خودشه شرط کنه غیر شب جمعه موقع نکنه، شرط کنه سالی مثلا دو بار موقع کنه، یه بار موقع کنه مثلا، برای به شرطی که حرام نباشه ها، یعنی چهار ماه یه بار، اینا منافات با حرمه. هر چیزی که در عقد نکاح طرفین اختیار دارن میتونه با شرط سلب اختیار از خودش بکنه، چگیری المانو اندش رو تایم اطلاق داره. چی؟ چرا؟ عرض کردم میتونه شرط بکنه مباشرت نکنه اصلا، چگیری داره؟ نه نه، اگه خلاف مقتضا شد قبول داره، اون خلاف مقتضاست. این وقتی که ازدواج کرد حق داره غیر از مسئله چهار ماه اگه گفتیم واجبه، یا وقتی دیگه گفتیم چهار شب یه بار باید باشه مطلقا، یا در جایی که چند تا زوجه داره، غیر از مسئله حرام و واجب هر چیزی که حق داره انجام بده میتونه شرط کنه عدمش را. چرا نه؟ همین پس حق داره اسقاط کنه، وقت از میتونه اسقاط کنه، اما با شرط ملزم به اسقاط میشه. یک مسئله بود یه عده، یک شما مرحوم والد ماها رضوان الله علیه جزه
یعنی روشن نبود براشون. یک کسی یک چی عبایی به شما میده، شرط میکنه که اینو به کسی ندید، هدیه نکنید، خودتون بپوشید. یه انگوشتر بهتون میده، میگه به شرط اینکه خودتون بپوشید اینو. این میفرمودن که قبلی هم گفتن آمد به حتقی تو اون کتاب چیزشون دارن، جواهر یه جایی تو ذهنم هست داره. یعنی بحثیه این تقیید ملک چه گیری داره؟ الانندش رو تا میگیره مثل چیزهای دیگه. علا کلین ما هستیم و المومس هستیم. اوفو بالعقود میگیم عقدی که کرد واجب باید وفابش بکنه، مگه دلیلی که داریم عقود جایزه، اونا نه واجب نیمش وفا کنه. وقت علا نحول اقتضاس یا علا نحول اطلاقه، اگه یه جای استفاده شد علا نحول اقتضاس قبول، اما این برداشت میخواد به نتیجه. میدونم آقا شما قبول دارید قرار اقتضاس یا شک دارید؟ اگه شک داشتید از علمش عمومات المومنون عندش رسانی و اصلاقاتش میگیردش. ببینید باید محرز بشه خلاف اقتضاس، این عقد بکنه به شرط اینکه محرم نشن. این ظاهرا خلاف اقتضاس یا زوجیت نشه، یک چیزای روشن خلاف اقتضاس. اما شرط میکنه که بچه دار نشه مثلا، یا شرط میکنه جلوگیری نکنه از بچه داری، چون حق داره جلوگیری کنه. هر جا تخصیص اکثر شد قبول داری. تخصیص اکثر نی چی؟ چرا نه؟ یه حق داره بفروشه یا نفروشه یا نه؟ وقتی که حق داره شرط اقتضای ملکیت نیست؟ چی؟ من وقتی میخرم از اون شخص مالک میشم. خلاف اطلاق یا اقتضاس اینو بگی. اگه اقتضاس قبول میکن، اگه هر جا خلاف یعنی از ادله استفاده شد این شرط خلاف اقتضاس، یعنی خلاف ما جعله الله برای این عقد، وقت میشه شرطا حل حرام حرام حلال. فقط شما اینجا بحث کنید که از ادله استفاده میشه چی؟ مرحوم والد ما همین شبهه رو داشتن که میفرمودن، یادم نیست فتواشون چی بود، اما از روش شنیدم یه وقتی میگفتن کسی بهشون یه چیزی هدیه داده بود به شرط اینکه به کسی ندن، گفته بودن قبول نمیکنم من، چون نمیتونم یه کسی میاد از من درخواست میکنه چطور میشه ندم بهش. چه اشکال داره؟ مالک اجارش میده، تن میبروشتش. تنها فایدش اینه یا یکی از فوایدش اینه؟ آه، اما حق داره بفروشه، حق داره هدیه بده، حق داره اجاره بده به کسی، حق داره عاریه بده، اینا همش برای یعنی قیدشه یا حکمشه. این داعی اسمش، هدف تا گفتید هدف میشه داعی، میشه داعی. عرض کردم مهر زیاد قرار میده، میخواد 50 سال با این زندگی کنه، تا عقد تموم شد فورا میمیره زوجه، عقد باطله؟ این داعیه. یعنی مقطعی عموم اطلاق المومن عندش بروتنه؟ نه نه. خب خب در مرحله سبب، در مرحله قبل اگه چیزی شک کردم، شارع جعل کرده جوری که این خلاف مقتضای عقد یا نه، در مرحله قبل از عدمش نی؟
از عدمش نه چی؟ المؤمن ابو بالعقود عامش گرفتش مثل بقیه نیست. نه ببینید اگه ما شک اکشو ببینید عقده یا نه آره سعودی که جعله به نتیجه جعل درسته این مقدار یا اون مقدار قدر متعقنش اخص میشه. بله چی؟ بله بله نه سوال چی بود؟ بله دامادش بر دخترش حرام میشه نه نه عده که اگر دخول کرد آنچون بچه داره دیگه اگر بله اگر عدیه عده داره بله نه 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 حرامه بله با کی؟ یعنی مادر زن؟ خود زن بر شوهرش حرام میشه دیگه یعنی بینونت میشه جدا میشن اصلا نه نه محرمیت نیست نه میره شوهر دیگه میکنه بعد عده چه شرطی؟ کی گفته؟ باید هر کی فرموده در هر کی فرموده منم نشنیدم هر کی فرموده که در عقد منقطع ترک مواقعه شرط صحیحه در عقد دائم صحیح نیست باید بپرسیم از اون آقا که وجهش چیه؟ چی تقیید کرده المامن عنده شروط هم را؟ بله بله آها اگه شرط کرد چرا نه؟ زنها و مردها فرق نمی کنه بیوت آبائکم امهاتکم یعنی چه؟ بیوت آبا از آبا نه امهاته ببینید قرآن فرموده بیوت آبائکم خالاتکم، عماتکم اگه شوهر داره، خونه مال شوهره این عمه، خاله تو خونه شوهره این بیت عمه که نیه اسمش اگر اونطور نباشه ظاهرن قرطن این طوری زناشون عمه هم، خواهر هم، خاده هم شوهر شدن در این خونه خاده هم چی دیگه؟ قرطن اما واقعا خونه کیه؟ اگر میرچی یک کرده باشه در مورد زنان پیامبر و قرن فی قلوبهن یا لا اونجا قرینه هست اونجا نه 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 ببینید نه فرق میکنه اگر نه تا الان متعارف بچه ها خونه رو به اسم بچه خالشون عمشون خواهرشون میگه خونه فلان کسی بچه رو میاره اینا مناسبت حکم موضوعی قرینه ایه که ازش استظهار میشه در باب قرن فی بیوت کن این مسلمه که بیوت رسول الله صلی الله علیه و آله بوده یعنی شبهه و گیری نداره وقت این مناسبت حکم و موضوع دلالت میکنه که حالا کسی میتونه از این قرنفی بیوت کن استفاده کنه که از باشه پیغمبر خونه ملک شارع فرمونده اینا ملک زن هاست منابای نسبت داده شده آها
این عرض کردم یک تمام این جاها مناسبت حکم موضوع ظهور درست میکنه، گاهی نه همیشه. بله، شرط، بله، بلا اشکال. حالا یه مثال دیگه میزنم. اگر یه خاله یه شوهرم نداره، خونم ملک خودشه، چیزام تو خونه مالشه، اما یه کسی امانت آورده تو خونه ای گذاشته، شامل اونم میشه؟ میتونه بخوره؟ نه. مناسبت حکم و موضوع دلالت میکنه برای اینکه اون چیزی که مال خودشه، اگه بیت مال شوهره، باید احراز کنه که این شوهر راضی اصلا وارد این بیت بشه، دیگه چه برسه بخواد چیزی بخوره. نه مال اونه. بله، حالا عرض کردم مقتضای مناسبت حکم موضوع اینه که بگه اون چیزایی که ملک خاله است. نه حالا میدم ایشون هم گفتن در نسبت عدل و ملابست کافیه، این نسبت دادن این ظهور در این نداره، فقط مناسبت حکم موضوع. چون حکمیه که تصرف در مال کسیه، حتی دست زدن بهش، نه اینکه بخوره این میورا، دست زدن بهش بدون اجازه اون جایز نیست، باید این چیزی باشه که مال خاله باشه، تو خونه خاله باشه، چون تو خونه خاله نباشه نمیتونه اصلا وارد بشه این. اگه مال خود خاله باشه این میوه، این آب، این جا بتونه بود. نه آخه 90 درصد هم راضی شوهرش، فرد نادر نی. یعنی اگه یه موردی احراز رضایت نشد، نه تصرف نمیشه کنه. این آیه قضیه طبعیه است به قول منطقی ها. قضیه طبعیه است، مثل تمام قضیه به ماهیه در قضیه رو ذکر میکنه. بدون یعنی ببینید خانه ملک زن نیست، مباحه، یعنی اباحه است. میدونم فامیل اگه اون راضی نیست، این فامیل بیاد حق داره؟ حتی اگر مالک گفت من راضی نیستم، فلان کس بیاد، همین هستن. بله، یعنی عدم احرام اما محل خلافه. بعضی گفتن خدا اجازه داده، بنابر اون قول. بله، چی؟ من نمیدونم شعارت چی، اما میدونم دو قوله، یعنی الان یادم نیست. فقط اجازه داده به قیفش تکلیف بکنه، به سر خواهرش، به سر برادرش، به سر دوست داره.
آها خب میدونم اگه ملک زن هست و زن راضی نیست چی رو دارید سوال میفرمایید؟ یعنی اجازه این را هم داره؟ خب چون اجازه داره پس هل ببینید ملک مال عمه‌ست یا نه؟ حق تصرف داره، حتی اجازه دیگری بیاد تصرف کنه چقدر حق داره؟ باید حدودش رو ببینید. و این آها چه اشکال داره؟ بود و نبودش بحث نیست، مسئله اینه یکی اینکه خود عمه راضی باید باشه یا نه که محل خلافه، یکی اینه که اگه ملک دیگریه و عمه تو اینجا ساکنه اون دیگری باید احراز رضایتش بشه، چون نمیتونه از در خونه تو بیاد اصلا تا اینکه چیزی باهات بخوره. سوال اینه که شما عرض کردن فامیل زن بیاد و استفاده بکنه، عرض ما این است که اگر این موارد منظور باشه که شوهر معمولا راضی هست، یعنی در حقیقت مختص به احراز رضایت بشه، این که اختصاص به خونه عمه و خاله نداره. خونه قریبه اگر ما بریم میدونیم خونه همسایه مونه، هیچ نسبتی هم فامیلی با ما نداره، اما میدونیم که شوهرش راضیه که اگه پسر همسایه اومد تو خونه برداشت رو اشکالی نداره. معلوم چه فرق عقد نه عقد سلف که نداره که بگه یکی دیگه نه. چرا؟ امتیازش برای به اون مقداریه که جماعتی از فقها گفتن حتی اگر راضی نیست اشکال نداره، گفتن اطلاق داره. چرا؟ دلیل احضار رضایت گرفته این جاها رو، شما میخواد از اطلاق احراز عدم رضایت اگر شد بله جدا، اما از اون دروش احراز چه فرق میکنه؟ ها مگر بگید که در خونه غریبه احراز رضایت لازمه ولی در خونه این افراد احراز رضایت لازمه، چون غالبا هست رضایت، یعنی فرض نادره که رضایت نباشه، به این لحاظ اطلاق گفته شده. اگر نه اگر احرار را یحل و مال و من الا من طیب نفسه به صورتی که احراز رضایت بشه، یعنی ارتکازن ما میدونیم که راضیه همین خلاص به همین لحاظ نیازی نشد. با چرا؟ خونه قریبه ها اگر ما احراز رضایت بکنیم خونه همسایه همون آدم بسیار همین عرض کردم لحاظا جماعتی گفتن مالک الملوک اجازه داده، خود عمه اجازه نمیده نده، بازم اشکال نداره، فقط یه عده اشکال کردن گفتن منصرف از اینه الکلام نه ها همون جا در حق الماره که درختی از باغ بیرونه با شرایطش این برای اون رفتن میوه بخوره نیمده از اینجا نمیدونسته، وقتی رسید دید این میوه اینجاست و جماعتی محل خلافه، همین محل خلافه. بعضی ها اطلاق تمسک کردن گفتن حتی اگه بدون صاحب باغ راضی نیست، بعضی گفتن نه این نداره تقیید میکنه اینا عموم الوجه و کدوم مقدمه. اگر این باشه ما خونه پدرم پس من باید احراز رضایت بکنم من قلو ارتکازم، یعنی احتمال بدم پدرم هم راضی نباشه نمیتونم بکنم.
تصریح کردن یه عده حرف بدی نیست. چرا؟ چون عادتاً رضا هست به مناسبت حکم موضوع عرض میکنم اینجور گفته شده. آره، اما قول هست، قول هست، من یقیناً قول هست دیدم، خود جواهر بعد نقل نمی کنه. اشکال نداره، قبول، اما وجهش همینه به نتیجه. صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید.